کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات در جلسه که دیروز به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء برگزار شده بود تصمیم گرفته شد که معاشات این دی ای به کارمندان مسلکی و تخصصی دوائر دولتی تخصیص داده شود. شماری از استادان پوهنتون ها از این تصمیم استقبال میکنند و میگویند که با این تصمیم شماری از کارمندان مسلکی که برای کسب امتیازات بالا در سکتور خصوصی مشغول کار هستند به نهادهای دولتی مراجعه خواهند کرد. که دولت دغه کړنه موږ ستایو خو په دې شرط باندې چې دولت وکولی سي چې واقعي شکل شفافیت حاکم کړي، هیڅ صورت سره په دې برخه کې سیاسي او دوستانه روابط ته اجازه ورنه کړل سي، کار اهلي کار ته وسپارل سي او د وړتیاو په اندازه کسانو ته سره امتیاز وقف سي. از سوی دیگر شماره از آگاهان میگویند که معاشات در دوایر دولتي به اساس ظرفیت و شایستگی به مدیریت خوب و سرعت کار در اداره ها مرتبط است. به گفته آنها با این کار فضای اعتماد میان کارمندان مسلکی و دولت ایجاد می شود که به نهادهای دولتی امکان مسلکی شدن را می دهد. معاشات که شفافیت ها و بیاد تعینات و یا استخدام که شفافیت ده سبب کیگی چی کار اهل کار تا وسپارل شی، کار پا سمتو گا ترسر شی، با استعداد اشخاص جلب جذب شی، ورد اشخاص جلب جذب شی. کله چې داسې پروسه په کوم لکت کې په لاره چول کیږي، هلته پر ملت به ملت او د حکومت ترمنځ فاصله سره کمیږي، ملت پر حکومت باندې اعتبار زیاتیږي، په داخل کې ځوانان درس ته تشویقیږي، ځوانان کار ته تشویقیږي. در حالی که کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات تاکید بر پرداخت معاشات بر اساس شایستگی در دوایر دولتی دارد، اما بسیاری از کارمندان دولت قبلی با انتقاد از این موضوع می گفتند که معاش امتیازی و انتیه بر اساس شایستگی نبود بلکه بر اساس روابط داده می شد.